همسانه های جدی بین شرایط موجود و دوران آخر حکومت دکتر نجیب ما نمی بینیم. برای اینکه در اون مرحله شوروی در معرض فروپاشی قرار داشت، از افغانستان شکست خورده بود و هیچ گونه آمادگی و تعهدی برای حمایت از حکومت دکتر نجیب نداشت. اما شرایط آمریکا در وضعیت موجود خیلی متفاوت تر از شرایط شوروی سابق است که از حامی اصلی حکومت دکتر نجیب بود. از این جهت نمیتونیم که ما وضعیت موجود حکومت را با دوران با روزهای آخر حکومت دکتر نجیب مقایسه کنیم. ما وقتی بیاییم حکومت موجود را با حکومت دکتر نجیب مقایسه بکنیم، وضعیت طالبان که مخالفان مسلح حکومت موجود هستند در واقع قرینه سازی میشه برای با مجاهدین. همونطور که در رابطه با سوال اول خدمت شما عرض کردم شرایط فرق میکنه، در رابطه با طالبان و مجاهدین هم وضعیت فرق میکنه. تنها وجه شبهی که ممکنه اینجا وجود داشته باشه که یک مقدار دست برتری برای طالبان ایجاد میکنه این هست که حامیان بین المللی افغانستان به خصوص ایالات متحده آمریکا برای به ثمر رسیدن روند صلح بیشتر به طالبان توجه میکنه تا حکومت افغانستان. یعنی حکومت افغانستان را میخواهد در یک پروسه شریک بکنه که خودشان شروع کردن، به یک جای هم رساندن و میخواهند به یک هدف مشخصی هم دست پیدا بکنن. از این جهت یک مقدار وضعیت طالبان متفاوت میشن نسبت به حکومت موجود و دستی برتر را پیدا میکنه. اما کاملا نمیتونیم وضعیت را به گونه‌ای در نظر بگیریم که گویا طالبان در شرایط فعلی مجاهدینی هستند که در سالهای دهه 1990 قرار داشتند. و چون باید ما لوازمشم قبول کنیم، یعنی وقتی مجاهدین آمدن به پایتخت و حکومت دکتر نجیب سقوط کرد، سرآغاز یک جنگ متاسفانه خانمانسوز شد که تا هنوز ما هم از او جنگ رنج میبریم. اما وضعیت موجود نشان میده که بعد از آمدن طالبان یا پیوستن طالبان به پروسه صلح، وضعیت شکل نمیگیره که کلن اقتدار سیاسی در اختیار طالبان قرار بگیره و بعد هم نیروی مخالف دیگری از درون شکل بگیره و به امو حوادث منجر شده که سال 1370 یا 71 شکل گرفت. ببینید دو تا بحث داریم، یعنی چیزی که اخیراً مطرح شده و در رابطه با اون یک صحبتی با یک از رسانه ها داشتم که تصور شدم من مخالفی هستم. یک بار اصل اداره موقت را ما بحث میکنیم برای برون رفت از وضعیت موجود، یعنی بحرانی که شکل گرفته و ما در او فرو رفتیم و جامعه افغانستان گرفتاری بحران هست، یک بار میخواییم این وضعیت خاتمه پیدا کنه. یک بار ما متمرکز میشیم روی بحث انتخابات. حکومت سرپرست در واقع به خاطر مدیریت انتخابات پیشنهاد میشه، چون اعتماد لازم و اطمینان از بابت عدم مداخله حکومت در پروسه انتخابات وجود نداره و همه جوانب زیردخل قضیه تصورشانی هست که اگر حکومت موجود مجری انتخابات باشه بدون تردید تقلب بکنه، به نفع خود قضیه را شکل میده و دخالت بسیار با دست باز انجام میده در پروسه انتخابات. به این جهت پیشنهادی هست که حکومت سرپرست شکل بگیره تا او حکومت سرپرست انتخابات برگزار کنه و بعد هم نتیجه انتخابات هر کس برنده شد در واقع یک حکومت بی‌طرف او را نتیجه را اعلام بکنه. اگر ما در وضعیتی باشیم که مسئله اصلی ما انتخابات باشه، بله حکومت سرپرست ممکنه یکی از مسائل باشه که مورد توجه قرار بگیره و باید اجماع نیروهای سیاسی وجود داشته باشه برای جلوگیری از مداخله حکومت در پروسه انتخابات. اما در شرایط موجود مسئله اصلی ما انتخابات نیست، مسئله اصلی افغانستان امروز صلح هست، لذا باید صلح افغانستان به نتیجه برسه. متاسفانه مذاکرات بند که در سال 1380 شکل گرفت، یک اشتباه کوچک در ظاهر انجام شد، اما 18 سال است که افغانستان تاوان اون ما اشتباه را میپردازه. اگر در مذاکرات بن و در موافقتنامه بن نقش یا جایگاهی برای طالبان به عنوان یک نیروی سیاسی در نظر گرفته میشد، شاید امروز ما شاهد این جنگ نبودیم و امروز این روند صلح را هم ضرورت نمیدیدیم.
اونمو اشتباه موجب شد که ما 18 سال گذشته را در جنگ بسر ببریم و هیچ گونه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در هیچ عرصه‌ای نداشته باشیم. ما نه نظام سیاسی درستی داریم، نه نظام اقتصادی داریم، نه نظام حقوقی مشکل گرفته. از تمام جوانب صدمه دیدیم و در واقع به لحاظ سیطره جنگ بر جغرافیای افغانستان ما ادامه اونمو جنگ‌های دوران جهاد و به اصطلاح پس از جهاد داریم. از این جهت اگر ما صلح را اولویت افغانستان بدانیم و مسئله اصلی افغانستان، در صورت ناگزیر هستیم که به یک ترتیبات موافقت کنیم و به یک ترتیبات تن بدیم که روزنه امید شود برای نجات از جنگ 40 ساله. از این جهت ما ناگزیر اگر یکی از در واقع راه حل ها ای باشه که باید اداره موقت شکل بگیره تا زمینه سازی شود برای حضور همه نیروهای سیاسی افغانستان در پروسه صلح و نتیجهش آتش بس دائمی شود، در اون صورت من فکر میکنم که ایجاد اداره موقت ضروری خواهد بود. نه تنها که بیایم اعلام موافقت و مخالفت کنیم، چون تنها راه حل اونمون میشه. از این جهت ما ضرورت میبینیم که اداره موقت شکل بگیره. خب متاسفانه وضعیت نشان میده که روابط جناب رئیس جمهور با بزرگترین و قویترین حامیش و اصلا در واقع تنها حامیش که ایالات متحده آمریکا باشه خراب شده و روز به روز خرابتر هم میشه. طبیعی است، یعنی وضعیت شکننده سیاسی افغانستان به گونه است که قدرت‌های دخیل در افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا بیشتر دنبال منافع خودشان هستند تا منافع افغانستان. این جای تردیدی در این نداره. آمریکا تا یک مدتی را شاید تصور می‌کرد یا شاید محاسبش این بود یا پلان‌های کلانش این بود که می‌تونه وضعیت افغانستان رو با اینمی کیفیت مدیریت کنه و پیش بره. اما 18 سال تجربه ای که در افغانستان صورت گرفت، این تجربه برای آمریکا مثبت نبود. هزینه های سنگینی را، یعنی خودشان اعلام کردند که سالانه 5 میلیارد دلار در افغانستان هزینه میکنه و در برابر این هزینه سنگین دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته. نیروهای سیاسی را آمریکا با یک حمایت‌های مشخصی تغییر داد، یعنی اون نیروهای سنتی که قدرت اصلی و اجتماعی را در افغانستان داشتن اونا به حاشیه رانده شد، نیروهای جدیدی که از نظر اجتماعی هیچ گونه بیس و پایگاهی نداشتن اینا آمدن قدرت به دست گرفتن. هیچ یکی از این تحولات نتانست آمریکا را به اهدافی که کلانی که در افغانستان داشت نزدیک بکنه. از این جهت آمریکا کاملا روی کردش نسبت به افغانستان تغییر کرده. اولا خیلی تکیه جدی داره روی کاهش هزینه، که هزینه باید کاهش پیدا بکنه و برای رسیدن به این هدف اساسیش ممکنه که هر گونه برنامه‌ای را که تشخیص بده اجرا بکنه. لذا یکی از برنامه‌هایی را که روی دست داره کنار گذاشتن آقای غنی است. خب طبعا آقای غنی در هیچ حال ای برایش خوشایند نیست. آقای غنی تصور داشت که خودش قهرمان صلح باشه، خودش به اصطلاح کسی باشه که جنگ 40 ساله افغانستان خاتمه ببخشه. اما متاسفانه ضعفی که آقای غنی داشت در اینکه نتونست نیروهای سیاسی افغانستان را جمع بکنه، در اینکه نتونست یک نظام نسبتاً ثابت و مستحکمی را ایجاد بکنه، برای اینکه نتونست حتی یک برنامه مشخصی برای صلح ارائه بکنه، اینها همه عوامل شد برای اینکه آمریکایی‌ها تصمیمشان قطعی شود برای اینکه دیگه از آقای غنی عبور بکنن و ایره کنار بگذارن و لزوما مستقیم با طالبان وارد مذاکره شدن. کشورهای منطقه و کشورهای داخل در افغانستان را هم نظرشون گرفتن، بسیج کردن که باید صلح افغانستان به یک نتیجه برسه. در مقایسه که اگر با هم دیگه به اصطلاح بسنجیم، فرصت ها و اهرم های فشاری که در ایالات در اختیار ایالات متحده است اونا خیلی قوی تر است تا ای که رئیس جمهور افغانستان بتونه پروسه صلح به چالش بکشه. بله، تنها فرصتی که در اختیار آقای رئیس جمهور است اینه که عملا حکومت افغانستان به لحاظ رسمیت در اختیارش هست. اما وقتی مقابله و مخالفت آمریکا و همپیمانان آمریکا باشه و ناتو در این قضیه در کنار حکومت افغانستان نباشه، ناکامی حکومت افغانستان هیچ گونه جای شک و تردیدی درش نخواهد بود. به طور مثال رئیس جمهور بارها تاکید میکنه که میخوایم انتخابات برگزار بکنیم.
اگر دو حداقل دو ضرورت بسیار اساسی انتخابات افغانستان امنیت و بودجه انتخابات هست. حکومت افغانستان نه توان امنیت انتخابات داره، نه توان تامین بودجه انتخابات داره. هر دوی این مسئله، هم امنیت و هم بودجه، در اختیار کشورهای بیرونی و قدرت‌های داخل در افغانستان است. از این جهت حتی حکومت افغانستان نمیتونه انتخابات برگزار بکنه، چون نه بودجهش داره و نمیتونه حتی امنیت کشور تامین بکنه. شما شنیدین که حتما گزارشی که سیگار ارائه کرد، 47% قلمرو جغرافیای افغانستان در اختیار طالبان هست. وقتی در 47% جغرافیای افغانستان امکان برگزاری انتخابات نباشه، در 53% دیگه هم تهدیدات امنیتی خیلی جدی وجود داشته باشه، یعنی دیگه انتخابات امکان برگزاریش نیست و متاسفانه حکومت می توانایی را نداره که بتونه برگزار کنه. لذا در یک مقایسه خیلی سنجش بسیار ابتدایی به دست میاریم که حکومت اهرم های فشار قوی علیه آمریکا نداره. تنها اهرم های فشار یا به اصطلاح مسائل را که میتونه حکومت مطرح بکنه، آقای رئیس جمهور مطرح بکنه، بحث ارتباطات استراتژیکشان هست و یکی در گذشته ها هم پیمان بودند، یکی در این مدت در واقع به عنوان کاتالیزور عمل کردند، تانستن پروسه های کلان آمریکا را در افغانستان تسهیل بکنن، یعنی اونم رفاقت های گذشته و همسویی های گذشته و از نظر افکار و ایده هایی که با هم دیگه نزدیک هستن، اینمینا تنها میتونه محورهای چانه زنی و معامله بین رئیس جمهور و آمریکا باشه. اما به لحاظ سایر مسائل هیچ گونه فرصتی در اختیار رئیس جمهور نخواهد بود. خب طبیعی است که هر یک از کشورهای منطقه دنبال منافع خودشان هستند. یعنی هیچ کدام از اونها دلسوزانه برای افغانستان گام نمیگذارن، اونها دنبال تامین منافع خود هستند. چالشی که ممکنه برای پروسه صلح هم ایجاد بکنه در واقع بیش از حکومت افغانستان کشورهای منطقه هستند. یعنی پلان آمریکا یا برنامه آمریکا را برای پیشبرد روند صلح در افغانستان بیش از هر کسی دیگه و بیش از هر چیز دیگه کشورهای منطقه میتونن سبوتاژ کنن، مانع ایجاد بکنن. همین سخنان اخیر نخست وزیر پاکستان رو وقتی ما و شما میشنویم، در واقع این درسته که مثلا یک بخشی از پروسه صلح افغانستان را بیان کرد، اما اینمی در واقع با یک نیت منفی ارائه شد برای اینکه بتونه اعصاب افغانها را خراب کنه، برای اینکه بتونه به اصطلاح حساسیت ها را تحریک بکنه و یک تنش را ایجاد بکنه. این حرف زد به همین خاطر در واقع، چون پاکستان طرفدار این نیست که افغانستان یک حکومت با ثبات داشته باشه، آرام باشه و آرامش داشته باشه. ایران هم طبعا دنبال اهداف و منافع مشخص خودش هست، در این مدت خیلی با گروه های مسلح مشخصی اونها به اصطلاح ارتباط قوی برقرار کردن و تأمین میکنه اونها را، حمایت میکنه در واقع به خاطر اهداف خودشون. ایران شدیداً طرفدار زی هست که جنگ را حتی المقدور دور از جغرافیای خودش نگه داره، کوشش میکنه جنگ در سوریه باشه، جنگ در لبنان باشه، جنگ در افغانستان باشه، جنگ در یمن باشه، یک جاهای دیگری باشه، یعنی نزدیک به جغرافیا یا مرزهای ایران نشوه. اگر افغانستان جنگ خاموش شوه و واقعا صلح به نتیجه برسه، در واقع لشکر آمریکا مستقیم به مرزهای شرقی ایران میرسه و این تهدید خیلی برای ایران کشنده هست. لذا کشورهای منطقه دنبال اینی وضعیتهای خودشان هستند که اینا میتونن برای پروسه صلح در افغانستان که توسط ایالات متحده رهبری میشه چالش های جدی را ایجاد بکنن. آمریکا در روند صلح افغانستان و پیش از او در روند جنگ هایی که علیه شوروی در افغانستان جریان داشت دنبال منافع خودش هست، یعنی بیش از اینکه منفعت افغانستان رو بسنجه یا منفعت به اصطلاح مردم افغانستان رو در نظر بگیره، طبعا اهداف و منافع خود رو دنبال میکنه. به همین جهت چیزی که به صورت رسمی مقامات ایالات متحده آمریکا اعلام کردن این هست که ما می‌خوایم هزینه جنگ در افغانستان یا هزینه حضور خود در افغانستان کاهش بدیم و تنها تضمینی هم که می‌خواین این هست که از قلمرو افغانستان تهدیدی علیه آمریکا و منافع آمریکا و اتباع آمریکا و همپیمانان آمریکا نباشه. وقتی به این هدف برسن دیگه مهم نیست که آیا جنگ هم در افغانستان خاتمه پیدا میکنه یا نه، مهم این هست که از افغانستان تهدید علیه آمریکا نباشه، چون در گذشته جنگ افغانستان به گونه زمین اساس شده بود که تهدیدات علیه آمریکا باشه. اما اگر این روند به گونه مدیریت شود که ولو جنگ ادامه پیدا کنه به یک نام و نشان دیگه،
درسته، ممکنه آدرسی به نام طالبان از بین بره، دیگه گروه مسلح به نام طالبان وجود نداشته باشه، ولی گروه های دیگر شکل بگیره، جنگ به یک سبک و سیاق دیگه ادامه پیدا بکنه، با یک اهداف دیگه ممکنه جنگ دوباره دامن زده شوه. مهم برای آمریکایی هست که او جنگ یا صلحی که در افغانستان شکل میگیره تهدیدی برای آمریکا و منافع آمریکا نباشه. ما بعید میدونم که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوه. آمریکا به هیچ قیمتی افغانستان رو ترک نمیکنه، ممکنه تعداد نیروهای خود را کاهش بده و عرض کردم که یکی از اهداف استراتژیک آمریکا کاهش هزینه های حضور هست. یعنی آمریکا میخواهد در واقع در افغانستان بعد از این با نیروی بومی و محلی بازی کنه، نه با نیروی خودش، لذا نیروی خود کاهش میده و هزینه حضور را برای دولت آمریکا میخواهد کم کنه، اما به هیچ وجه افغانستان را کامل ترک نمیکنه و رها نمیکنه. به احتمال بسیار زیاد نه. یعنی تمام سرنوشت افغانستان فعلا به مذاکرات صلح گره خورده. تا زمانی که نتیجه مذاکرات صلح مشخص نشوه، زمینه برای برگزاری انتخابات نخواهد بود. خب این یکی از بحث‌های ریشه‌ای در افغانستان است. متاسفانه اگر ما تاریخ افغانستان را به دقت مطالعه بکنیم، از زمانی که از سال 1747 چیزی به نام افغانستان ساخته شده تا به امروز، معضل اساسی و مسئله اساسی در افغانستان مشارکت در قدرت بوده. ما حداقل دو مرحله را در تاریخ افغانستان میبینیم که فعلا در مرحله سوم و به گونه‌ای میتونیم چهارم قرار گرفتیم. از روزی که افغانستان تأسیس شده تا زمانی که افغانستان توسط شوروی اشغال شد، در این مقطع طولانی افغانستان در انحصار بود، یعنی قدرت سیاسی در انحصار یک گروه قومی مشخص بوده، اقوام دیگه نوعاً منتقد بودند، معترض بودند، ناراضی بودند و قبول نداشتن این وضعیت را. بعد از اینکه در سال 1357 افغانستان 58 افغانستان در اشغال شوروی درآمد، جهاد شروع شد و در واقع تعبیری که ما میکنیم اینه که دوره آنارشی شروع شد. یعنی افغانستان دیگه همو نظم استبدادی را که داشت رو هم از هم فرو ریخت و دیگه هیچ نظمی در کشور وجود نداشت، هر کس برای خودش حاکم مطلق بود. خب حدود 20 سال، بیش از 20 سال این دوران دوام کرد. در مذاکرات بن وقتی تمام دنیا متوجه افغانستان شدن، این مسئله مطرح شد که بیایم یک نظم را برای افغانستان تعریف کنیم که این نظم نه استبداد را دوباره زنده کنه، نه آنارشی را ادامه بده، لذا یک نظم جدیدی باشه که او دو مسئله را به گونه‌ای حل کنه. که ترتیباتی که بعد از موافقت نامه بن شکل گرفت با اینمی نگاه بود، با امی روی کرد بود که ما بتانیم در آینده افغانستان جلو بازگشت استبداد و انحصار را هم بگیریم، جلو ادامه آنارشی و بی‌نظمی را هم بگیریم. اما متاسفانه در اجرای برنامه و در پیشبینی های خود ما ناکام بودیم، یعنی نتانستیم که به او هدف برسیم، لذا امروز ما باز هم بعد از اینکه 18 سال کل دنیا با تمام امکانات خود در کنار ما استاد شدن و نیروی سیاسی افغانستان هم یک فضای جدید را تجربه کرد، ولی باز هم در همون نقطه آغاز قرار داریم. این نقطه آغاز به این جهت هست که ما مجبور یک سنگ بنای استوار را بگذاریم که او سنگ بنای استوار خط قرمز یا خط سرخ برای همه باشه. مشکل اساسی که ما امروز در افغانستان داریم اینه که متاسفانه شخصیت‌های سیاسی ما یا نیروهای سیاسی ما به تعبیر دیگه به هیچ خط قرمزی احترام نمی، یعنی نیست که به او احترام بگذاره. حتی جغرافیای افغانستان برای ما ارزش نداره، پرچم افغانستان ارزش نداره، زبان برای ما ارزش نداره، نام افغانستان مورد مناقشه هست، تاریخ افغانستان مورد مناقشه هست، هست و بود افغانستان برای ما مورد مناقشه است. لذا اینمی منازعه تاریخی که بیش از 270 سال دوام کرده، این از روز که افغانستان شکل گرفته تا به امروز اینمی منازعه جریان داره. ما تا زمانی که به یک توافق اساسی در رابطه با تعریف یک سری به اصطلاح محورهای وفاداری یا به تعبیر دیگه خط سرخها نرسیم، اصلا امکان نداره که به یک ثبات دست پیدا کنیم، به یک نظم قابل قبول دست پیدا بکنیم.
بله طبیعی است که حکومت ها تغییر میکنن و باید تغییر کنن. مشکل افغانستان این هست که ما هنوز به مرحله نرسیدیم که حکومت های ما تغییر کنن. ما هنوز در همو قدم های اول هستیم که میخواییم یک تهداب بگذاریم تا یک خانه مشترک برای همه باشه. یعنی در همو سنگ بنا گذاشتن ما مشکل اساسی رو داریم. لذا هنوز هم که بعد از 18 سال حضور جامعه جهانی، قدرت های بسیار قوی دنیا، سازمان های بین المللی، اصلا فضای جدید، گفتمان دموکراسی، حقوق بشر، آزادی ها و تمام این گپا که مطرح شده، اینا همه ظاهرا نتانسته کمک کنه ما را که ما بتانیم اون مسئله اصلی خود حل بکنیم. تا او را واقعا حل نکردیم که تمام نیروهای سیاسی قطع نظر از گرایشایشان، قطع نظر از افکارشان، قطع نظر از تمایلات سیاسیشان به او احترام بگذارن، اگر ما به این دست پیدا نکنیم هیچگاه منازعه در افغانستان حل نخواهد شد و همچنان ولو ممکنه مقطعی مثل آتش زیر خاکستر بمانه، اما باز هم یک مرحله دیگه دوباره ای شعله‌ور میشه و همچنان ادامه خواهد پیدا کرد. به همین جهت امروز هم ما که در مرحله صلح قرار گرفتیم، دوباره اونمو گپا زنده شده، اونمو مسائل تازه شده. مثلا شما امروز خیلی راحت، خصوصا شما اصحاب رسانه ها بیشتر درگیر قضايا هستین. جوانا میگه ما در صلح نیستیم، زنا میگه ما در صلح نیستیم، علما میگه ما در صلح نیستیم، نیروهای سیاسی میگن ما در صلح نیستیم. خب چرا این حرفا زده میشه؟ این دقیقاً به اینمی خاطر است که حکومت ما و رئیس جمهور ما ظرفیت و قدرت و صلاحیت نمایندگی از مردم را نداره. چون اگر ما میتونستیم یک چارچوب را بسازیم که او چارچوب تمثیل کننده اراده مردم باشه و بیانگر خواست مردم باشه، از همه مردم نمایندگی کنه، دیگه هیچ ضرورتی نبود که هر کس صدا بلند کنه که ما نیستیم. اونمو حکومت، اونمو رئیس جمهور، اونمو پلیس، حتی هر کسی را که به اصطلاح از همین نام میرفت میتونست از مردم نمایندگی بکنه و هیچ کس هم اعتراض نمیکرد. ما ببینیم کشورهای دیگه عین وضعیت دارن. یک نفر با نمایندگی از دولت، چون دولت تانسته در مسند نمایندگی ملت را حفظ کنه، ایجاد بکنه و اینمی اعتبار را به وجود بیاره که مردم اعتماد داشته باشن. اما مشکل ما متاسفانه عرض کردم به خاطر اونمو ملاحظات تاریخی نمیست که اینمال ما رئیس جمهور و حکومت را نماینده یک گروه مشخص میبینیم. حتی حکومت وحدت ملی عملا بین دو تیم تقسیم شد. عملا حکومت ما دو نیمه است. از ریاست اجرایی و سپیدار یک صدا بلند میشه، از ارگ یک صدای دیگه بلند میشه و این طبیعی است که این ساختار اصلا نمیتونه، یعنی این چارچوب نمیتونه برای مردم افغانستان قناعت بخش باشه. به همین خاطر همه نیروها، همه اقشار، همه گروه های سیاسی، همه اینا میگن ما باید دور میز صلح باشیم تا ببینیم پیش چشم ما چی میگذره. از این جهت این بحران، این مسئله متاسفانه یک مسئله بسیار ریشه‌ای و تاریخی است که 270 سال مردم افغانستان درگیر این قضیه بودند. ما باید به این توافق نظر نهایی برسیم تا بتانیم مشکل حل بکنیم.